به نام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. زرداد فریادی آخرین پیامم به علی پور، محقق، خلیلی و شجاعی این است که در مقابل کوتی ها یک قدم هم بر نمی دارید. در غیر آن بامیان را نیز از دست خواهید داد و ما به مقابله آماده ایم. نزدیکان عبدالله عبدالله اختلافات درونی باعث تأخیر معرفی اعضای کابینه شدند. شماره چهره های سیاسی نزدیک به عبدالله عبدالله می گویند که وجود اختلاف ها میان رهبران سیاسی و هواداران آقای عبدالله عبدالله در باره نامزد وزیران و نیز سهم آنان در ولایت ها و معینت های شمار از وزارت ها از علت تأخیر در معرفی اعضای کابینه هستند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از تولونیوس نزدیک به 40 روز از توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله سپری شده است، اما تا اکنون کابینه حکومت برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان فرستاده نشده است. سید اسحاق گیلانی یکی از حمایت کنندگان آقای عبدالله عبدالله در انتخابات گذشته و رهبر حزب همبستگی ملی افغانستان می گوید دعا طلب برای وزارتخانه ها و معینت ها زیاد است ولی چوکی کم، از این خاطر یک مقدار خود دکتر صاحب یعنی عبدالله عبدالله هم مشکل دارد. بهشتی عضو مجلس نمایندگان نیز بیان داشت همه اینها به یک شکل تعطیلی منافع ملی است. در این میان میرزا محمد کوتازه معاون نخست مجلس نمایندگان ادامه سرپرستی ها را در نهادهای دولتی خلاف قانون می گوید و هشدار می دهد 5 کمیسیون ولسی دیگر که بالای اسناد وزیر سایبان کار می کنند که خلاف قانون هیچ وزیر را کمیسیونها نخواهد باز کرد. در حالی که بر بنیاد توافق سیاسی میان این دو رهبر عبدالرشید دوستم رتبه مارشالی به دست می آورد و عضو شورای عالی دولتی و عضو شورای امنیتی ملی می شود، تا اکنون از چندین فرمان خبری نیست. ریاست جمهوری اما می گوید که انتظار دارد عبدالله عبدالله فهرست نامهای نامزد وزیران را که او معرفی می کند به ریاست جمهوری بفرستند. اما نزدیکان دکتر عبدالله عبدالله می گویند که به زودی این فهرست به ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد. چهار نیروی دولتی در غور کشته شدند. در پی حمله طالبان بر یک بازگاه امنیتی در مربوطات شهر فیروزکو مرکز این ولایت 4 نیروی امنیتی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. عارف آبر سخنگوی والی غور میگوید که طالبان شب گذشته یکشنبه 8 سرطان بر یک بازگاه امنیتی در 20 کیلومتری شمال شهر فیروزکو حمله کرده و با نیروهای دولتی درگیر شدند. به گفته او این درگیری با کشته شدن 4 نیروی دولتی و 3 جنگجوی طالبان پایان یافت. ولایت غور در غرب کشور از ولایت ناامن به حساب می آید. اخیراً حملات طالبان در بخش‌های از این ولایت از جمله ولسوالی های ساغر و طولک افزایش یافته است. گفتنی است که حملات طالبان نه تنها در غرب کشور بلکه در اکثر ولایت شدت یافته است. مقام های حکومتی طالبان را به افزایش خشونت و کشتار غیر نظامیان متهم می کند. ارگ ریاست جمهوری پالیسی امنیتی برای دفاع از معادن ایجاد شود. شورای امنیتی ملی کشور می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی به منظور دفع تهدیداتی که متوجه معادن است پالیسی واحد و منسجم و برنامه امنیتی داشته باشند و به خاطر محافظت معادن در روشنایی پالیسی واضح با مردم و بزرگان از نزدیک کار نمایند. به گزارش اسپوتنیک دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری گفته که بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور جلسه شورای امنیتی ملی روز یکشنبه 8 سرطان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. در این جلسه احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، استر جنرال بسم الله وزیری، لوی دریسیس وزارت دفاع ملی و استر پاسوال عبدالصبور خانی، معین امنیتی وزارت امور داخله، ضمن ارائه معلومات در رابطه با وضعیت عمومی امنیتی کشور در مورد چگونگی
مدام مجروحین و رسیدگی به خانواده شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی معلومات خود را شریک کردند. رئیس جمهور کشور و سرقماندان اعلی قوای مسلح پس از معلومات متذکره به مسئولین مربوطه هدایت داد که در خصوص مدام مجروحین و رسیدگی به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی تمام تسهیلات را فراهم و در این زمینه توجه هرچی بیشتر نمایند. جلسه شورای امنیتی ملی با اشاره به تصرف دوباره معدن از دست مخالفین در بدخشان فیصله کرد که در روشنایی یک پالیسی واضح باید با مردم و بزرگان از نزدیک بیشتر کار شود، زیرا مردم معلومات و آگاهی زیادتر در این خصوص دارند. به همین ترتیب جلسه شورای امنیتی ملی به این موضوع تاکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی به منظور دفع تهدیدات که متوجه معدن است پالیسی واحد و منسجم و برنامه امنیتی داشته باشند و به خاطر محافظت معدن در روشنایی پالیسی واضح با مردم و بزرگان از نزدیک کار نمایند. در اخیر جلسه به منظور تامین امنیت بهتر مردم و مسئولیت آنها به مسئولین ارگانهای امنیتی و دفاعی هدایت لازم صادر گردید. این در حال است که برخ معدن کشور به صورت خودسر توسط زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول استخراج می شود. حکومت مصمم است که استخراج تمام معدن را قانونی سازد. طالبان 21 زندانی دولت را در تخار آزاد کردند. گروه طالبان از آزادسازی 21 تن از نیروهای دولتی که در ولایت تخار در بند این گروه بودند خبر داده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویتر نگاشته است که این شمار از نیروهای دولتی امروز یک شنبه 8 سرطان در ادامه روند آزادسازی زندانیان در ولایت تخار از بند آزاد شدند. او افزوده که طالبان این 21 تن را با دادن مقدار کمک به خانواده هایشان سپرده است. طالبان تا اکنون از آزادی نزدیک به 700 زندانی دولتی از سوی خودشان خبر دادند و دولت افغانستان نیز اعلام کرده که نزدیک به 4000 زندانی طالب را از بند آزاد کردند. با این حال دولت افغانستان گفته است که زندانیان آزاد شده از سوی طالبان اغلب غیر نظامیان بودند. بر بنیاد توافقنامه میان امریکا و طالبان که در ماه حدود سال گذشته در دوحه امضا شد، دولت افغانستان باید 5000 زندانی طالب و طالبان باید 1000 زندانی دولت را از بندشان آزاد کنند و پس از آن مذاکرات بین الافغانی میان دولت و طالبان آغاز شود. ترامپ: گزارش کمک مالی روسیه به طالبان جعلی است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره کمک مالی استخبارات روسیه به گروه طالبان را جعلی خواند. به گزارش اسپوتنیک، ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره کمک مالی استخبارات روسیه به گروه طالبان را جعلی خواند. ترامپ در توییتر خود نگاشته است که هیچ کس به معاونانش و رئیس دفترش از کمک مالی استخبارات روسیه به طالبان چیزی نگفته است. ترامپ دیرو در صفحه تویتر خود نگاشته بود که نیویورک تایمز باید این ادعات را ثابت سازد و منبع بدون نام را که بر اساس آن گزارش را تهیه نموده افشا کند. ترامپ این خبر را جلی خوانده گفت: چون این منبع که نیویورک تایمز گزارش را بر آن تهیه کرده اصلا شاید وجود نداشته باشد. و در تویترش افزوده است که هر کس این گزارش را رد می کند و در افغانستان بر آنها حملات زیاد نشده است. نیویورک تایمز بروز جمعه در گزارش گفت یک گروه ناظر روسی سال گذشته به مخالفین وابسته با طالبان پیشنهاد دادن پول در بدل کشتن نیروهای امریکایی و ائتلاف را رد کرده است. بر اساس این گزارش طالبان پس از چند حمله موفقانه علیه نیروهای امریکایی و ائتلاف حتی انعام‌های پیشنهاد شده روسیه را دریافت نیز کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز این ادعای نیویورک تایمز را به اساس خوانده و افزوده است در جنگشان هیچ اداره استخباراتی کمک نخواستند. سفیر روسیه در امریکا نیز این گزارش را رد کرده است. این گزارش در حال منتشر شده است که رسانه آمریکایی از قول وزیر دفاع آمریکا گزارش دادند که به گفته او تا خزان امسال آمریکا از افغانستان خارج می شود.
سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب نمایید.